سلام، خوش اومدین به 245مین شماره از روزنامه توپ تیوی. امروز جمعه 17 شهریور ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. هیئت مدیره سرخ‌ها به دنبال یک تصمیم مهم. احتمال برکناری درویش از پرسپولیس. با ادامه روند فعلی یا عدم جذب مهاجم مورد نیاز پرسپولیس و مشکلات دیگه این باشگاه، اوایل هفته پیش رو جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار میشه. اعضای هیئت مدیره به خاطر اتفاقات اخیر و نارضایتی هواداران احتمالاً در مورد درویش تصمیم گیری خواهند کرد. اگر در این فرصت کم تا مهلت لیست آسیایی مهاجم با کیفیت جذب نشه، احتمال برکناری درویش وجود داره. ادعای عجیب مجری صدا و سیما، شهرآورد 102 در قطر. حافظ کاظم‌زاده، مجری برنامه ورزشگاه شبکه 5 سیما، مدعی شد طبق شنیده‌ها داربی 102 پایتخت بین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در قطر برگزار خواهد شد. کاظم‌زاده در ادامه افزود در این بازی بلیت به صورت دلاری فروخته خواهد شد. ضمن اینکه علاوه بر استفاده از VAR، تیم داوری این بازی هم از ایران خواهد بود. آشتی دو پرسپولیسی در اردوی تیم ملی. مدافع ملی پوش تراکتور با انتشار تصویری از خود در کنار کاپیتان پرسپولیس نشون داد که تنش فوتبالی بین اونا پایان یافته. برخورد دوباره شجاع خلیلزاده و وحید امیری این بار در تیم ملی بار دیگه صمیمیت بین طرفین رو به نمایش گذاشت و اونها با انتشار تصویرشون در کنار هم پایان تنش در تبریز رو به صورت کامل اعلام کردند. اعلام آخرین وضعیت آسیب دیدگی بیرانوند. علیرضا بیرانوند در جریان دیدار دوستانه ی تیم ملی فوتبال مقابل بلغارستان مصدوم شد و از زمین مسابقه بیرون رفت. دکتر علیرضا حقیقت درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار کرد. بیرانوند از ناحیه کشاله پا دچار آسیب دیدگی شده و کارای اولیه به سرعت برای اون انجام شده. قراره از اون امارای گرفته بشه و پس از مشخص شدن جواب آزمایشات میزان دقیق آسیب دیدگی اون مشخص خواهد شد. استوری جنجالی سمیعی علیه یک تیم خاص. فرشید سمیعی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال یک استوری جنجالی منتشر کرد و نوشت: یک باشگاه فوتبال که به دیگر باشگاه‌ها بابت بدهی طعنه می‌زند، خود آنقدر بدهکار است که جرأت ندارد بسیاری از اسناد بدهی خود را در کدال بارگذاری نماید. اما به زودی با تغییر مدیریت و افشای مبلغ واقعی بدهی، سونامی بزرگی در راه خواهد بود.